توی این ویدیو میخوام راجع به منطق و طیر عطار صحبت کنم، وادی فقر، که حالا این وادی ها هر کدوم یه داستانی داره و یه داستان که نه کلی داستان داره. قصه کلیش اینه که یه سری پرنده، یه هدهد میاد شروع میکنه با پرنده ها رایزنی کردن که آقا ما خیلی بلا تکلیفی، ما این حرفا باید یه رئیس پیدا کنیم، یه شاه پیدا کنیم، یه رهبر پیدا کنیم، یکی رو داشته باشیم که این مدیریتمون کنه و بتونیم عاقبت به خیر شیم. اینجوری داریم ول ول باز خودمون میچرخیم و جواب نمیده. بعد شروع میکنه یه صحبت که اول پرنده هر کدوم یه عذری میارن که شرمنده، مثلا توتیه میگه آقا من اینجا دارم حرف میزنم، بابت حرفم بهم بادوم هندی میدن، نمیدونم قند و شکر بهم میدن، فلان میدن و ازم خوبه، من دیوونم، مثلا راه بیفتیم بریم آوارشیم که حالا یکی رو پیدا کنیم، من حالم خوبه. اون یکی مثلا یه پرنده دیگه مثلا بلبل داره با گلش حال میکنه، این همچین چیزایی. خلاصه همه حالشون خوبه تو اون شرایط و یه عذری میارن که من نیام، ولی آخرش به این اجماع میرسن که باید را بیفتن و برن دنبال این داستان، که این داستان اسم اون پرنده فلان سیمرغ، که آخرش خود اینا این سی تا پرنده خودشون سیمرغن. و وقتی اراده این مسیر رو اومدن و پیدا میکنن، این شهرهای و وادیهای مختلف رو طی میکنن، و وقتی بتونی از اینا رد شی، به یه این اراده بهت به یه جایگاهی میرسونتت که میتونی خودت همین کار جمعی. ببین وقتی الان تو سفرم باز دوباره، ببین وقتی تو سفر یه اکیپ میتونن با هم از پس چالش ها بر بیان، بینشون مشکلاتی پیش میاد فلان بهمان، اینا همه تک تک این آدم ها رو انگار داره تربیت میکنه، میسازتشون و ازشون یه شخصیت کامل تری میسازه. بکن یه تیم هی با هم میرن مسافرت و اینا، بعد هی به چالش های مختلف میخورن، آخرش میبینی این تیم خیلی قدرت مدیریت کردن حداقل مسیر خودشونو بیشتر داره نسبت به کسایی که حتی حاضر نیستن با هم بشینن یه ساعت دوره هم، مثل اون پرنده ها، هر کی با زندگی خودش خوشه دیگه. اینا رو جمع کنی یا مجبورشن دوره هم جمع شن و یه تصمیمی برای خودشون بگیرن، همش دعوا و این حرف هاست و این تمرینه. حالا این میتونه تو جمع و سفر باشه، میتونه یه چیز فردی باشه و یه فرد هم میتونه اینو پیش بره که این یه موضوع دیگه است، اون یه موضوع دیگه است. این وادی ها حالا هر ترتیبای مختلف داره، طلب و فلان و اینا. از وادی های آخر فقره. بعد منطق و طیر اینجوریه که میاد تو وادی فقر مثلا و یه سری داستان روایت میشه راجع به این وادی. با این داستان‌ها مفهوم واقعی فقر مثلا وادی فقر منتقل میشه. این فقر با اون فقر و بیپولی خیلی فرق داره، کاملا یه چیز دیگه است. البته ریشه‌هاشون یه جاست، ولی اینو میخوام بگم که وقتی میخوایم یه مفهوم بزرگی رو منتقل کنیم، زبون خیلی الکنه براش، حتی برای شاعرای بزرگ و فلان و این حرفا که استاد فنن، اونا هم به این درک رسیدن که زبون قاصره، نمیتونه یه سری چیزا رو منتقل کنه. واسه همین عطار میاد مثلا 10 تا قصه میگه راجع به این وادی تا این وادی جا بیفته. مثلا داستان شیخ سنان خودش یه داستان بلنده، ولی یه دونه قصه های یه دونه از این وادی هست. یه چیز داریم که شعرش هم چند سال پیش علیرضا قربانی خونده بود، جملگی در حکم سه، شعرش علیرضا قربانی خونده بود تو فیلم بابا عزیزم به عنوان یه بخشی از موزیک متن فیلم بود که جملگی در حکم سه پروانه ای، بذار رو بخونم گوشیمون بره. جملگی در حکم سه پروانه ای در جهان عاشقان افسانه ای، حالا ما سه تا پروانه ایم و فلان. اولی خود داخل خود را به شمع نزدیک کرد، گفت آری من یافتم معنای عشق. دومی نزدیک شعله بال زد،
گفت حال من سوختم در سوز عشق. سومی خود داخل آتش فکند، آری آری این بود معنای عشق. دقیقا تو وادی فقر اینو مثلا با 15 تا بیت توضیح داده این شعر رو، که میگه یه شب پروانه ها جمع شدن با هم و طالب شمع شدن، همشون دلشون شمع میخواست اون شب، شروع میکنن صحبت کردن و اینا. یکیشون راه میفته که بره بگرد و ببینه کجا شمع پیدا میکنه. میرن این ور اون ور، یکی میره توی قصری و اونجا یه نوری میبینه، میبینه اینجا شمعه، برمیگرده میاد دفتر رو باز میکنه، شروع میکنه صحبت کردن که آره یه شمع این شکلیه، اون شکلیه، نور داشت، اینجوری بود، اونجوری بود و فلان. یکی دیگه میاد میگه که خب این چیز خاصی ما ازش نگرفتیم، چیه خب این داستان؟ یه پروانه دیگه میره نزدیکتر و میره جلو، حالا میره تو همون قطره که این آدرس داده، میره اونجا به شروع میکنه چیز کردن، نزدیک این بال زدن، میره بالاش، حرارتش هم رو حس میکنه، میفهمه که این نوره فقط نور نیست، داغ هم هست، حالا بوی پارافین هرچی. میاد شروع میکنه تعریف کردن پیش بقیه پروانه که آره من دیگه فهمیدم چیه و تا جایی که میشد نزدیکش شدن و گرمه، اینجوریه، اونجوریه. یکی دیگه میاد میگه آقا اصلا این کارا جواب نیستش، ما الان باز حالا فهمیدیم گرم و اینا، ذات این شمعه و شعله رو هنوز نمیدونیم چیه. و این میره اونجا شروع میکنه نزدیک شدن، بقیه پروانه هم دارن نگاه میکنن، یا یه تعدادی از پروانه نگاهش میکنن. این میره انقدر نزدیکش میشه که شروع میکنه بالاش گرم شدن و سوختن. وقتی پروانه داره میسوزه، فکر کن شعله شمعه، پروانه هم مثلا انقدر بالمال داره دیگه، میاد نزدیک این و بالش که میسوزه شعله شمع بزرگ میشه، اندازه بالای این بزرگ میشه. و چیزی که از بیرون اینا میبینن اینه که شمع و این شعله است که روشنایی میده. و این پروانه انقدر جذب این شده و یکی شده با این که بخشی از این شده و خود این هم تبدیل شد به شعله اون شمع، و حتی شعله اون شمع رو بزرگتر کرد. یعنی این رسیده به اون مرحله که هم یکی شده با داستان، هم اون داستان رو قشنگتر کرده، شعله ورترش کرده، درخشنده ترش کرده، که خب خیلی قشنگه. ولی این مفهوم یه ذره ازش بد تعبیرم میشه دیگه. داستان اینه که یکی شدن با خیلی چیزا، نه با معشوق، با این حرفا، کلن اصلا با زندگی، با دنیا، با آدما، با همه چی. یکی شدن لزوما قرار نیست توش بمیری، لزوما قرار نیست چیز باشه. تو ذات پروانه و آتیش با هم تضاد داشتن که اینجوری شعله ور شده و قصه است. اما تو واقعیت تو میتونی یکیشی با خیلی چیزا و همونجوری مثل اون شعله بزرگترش کنی، زیباترش کنی، کاملترش کنی، ولی لزوما قرار نیست آسیب ببینی، حالت هم خوبه اونجا، قشنگ داری کیفشو میبری. یه منطقه کوهستانیه و خیلی سرد، به لرزیدن افتادم. آره بعد حالا بعد فهمی این داستان کجاست؟ بعد فهمیش اینجاست که طرف میگه این یکی شدن نیست، این عشق نیست. عشق اونه که باید حتما به چخ بدی خودتو، حتما باید خودتو نابود کنی، حتما باید یه بلایی سرت بیاد تا اسمش بشه عشق. با اینکه عشق سوختن داره، بلا داره، از سر کوچه معشوقه ما میگذری همت خواه. نه اون که چیز بود، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری در حذر باش، یا بر حذر باش که سر میشه کند دیوارش. حافظ میگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. عشق تاوانم داره، قرار نیست چیز باشه همیشه گل و بلبل و لذت باشه. اما اینکه بگیم اگه خوشحالی داری لذت میبری این عشق نیست، عشق اونه که حتما توش به باد بری، این کاملا یه کج‌فهمیه از همین ادبیات کلاسیک ما و خیلی جاهای دیگه، که مثلا داره میگه آقا با این قصه تلخ که شمع رفته سوخته اون تو،
داریم یه انقدر جذب عشق شده که دیگه خودش براش مهم نبوده، داره از خود گذشتگی و جذابیت اون ور رو میگه، اون عشق رو میگه. ولی کسی که سرش تو حساب نیست، تو باغ نیست، اینا رو نمیبینه، از خود گذشتگیه رو نمیبینه، یا ببینم به چشش نمیاد، میگه نه این حساب نیست، باید حتما به چخ بری. یا مثلا فاز کازابلانکا، یه نفر عاشق فلان، این قصه‌های اینجوری، عشق تو نرسیدن، عشق تو فلان، یعنی چی؟ من دارم عشق میکنم با این برگه، با یاسای تو خونم دارم عشق میکنم، با اون عزیز ژاپنی دارم عشق میکنم، نرسیدنه یعنی چی؟ وقت براش میذارم، وقتمو بهش میدم، یه سری چیزا رو مثلا بعد وقت بذاری بشناسی گیاهو تا بتونی درست پرورشش بدی. با خوندن و اینام در نمیاد، یه سری چیزا رو باید ببینی، بعد یه سال بشینی نگاش کنی تا دستت بیاد که این داره چه جوری زندگی میکنه و بتونی اونجوری بهش کمک کنی. خب این عشق اصلا مثل اعضای خونمن اون گیاها، یا پرنده های روش هم به سلامت اون رو کمک میکنن، هم خودشون باز دوباره هم خونه های منن، کرم های رو درخت و اینا، اونا هم دارن به سلامت درخت کمک میکنن، وقتی کمن کمک به باروری بیشترش میکنن. از اون برم غذای پرنده ها و اونا تنظیمشون میکنن، نمیذارن زیاد چیزی. اینا البته همه تو تعادل ها، مثلا شته درخت رو بردارن درخت نابود میشه، یا پرنده زیاد باشه درخت رو آشولاش میکنه، همه اینا توی تعادلی باید باشه. ولی کلی میگم اینا رو وقتی آدم میشه نگاه میکنه کیف میکنه باهاشون، و همش قشنگه، همش زیباست و خیلی حس نزدیکی و یکی بودن از من با اینا دارم، نه با اینا، با خیلی چیزا، با آدما. ولی لزوما قرار نیست خودم رو قربانی کنم. شاید یه وقتایی یکی قربانی میکنه، ولی روال این نیست. روال عشق، روال عاشقی کردن قربانی شدن نیست، و لزوما قرار نیست تو شعله ای بریم که بسوزیم، نابود شیم، قربانی بشیم. میتونیم اتفاقا بخشی از اون شعله باشیم، اگه هم جنسش هم باشیم، به خصوص شناخت خودمون داریم، میدونیم من چه کاری ازم برمیاد و میرم تو تیم شمعه شعلهشو بزرگتر میکنم. لازم هم نیست بسوزم، مثلا فتیلهشو ضخیم‌تر کنم، پارافین بهتری بهش بدم، این چیزا. حالا مثال دیگه، خب اینو بگم که لزوماً به فنا رفتن دلیل بر درست بودن چیزی نیست، و اگه به فنا نرفتیم دلیل بر این نیستش که اون چیز خالص نیست. مثلا تو بحث عشق اگه به فنا نری، اگه بهش برسی، این دیگه خالص نیست، این عشق نیست که، این فلان هست. چرا نیست؟ درست دقیقا عشق همینه، همونقدر که به فنا رفتنه بخشی از عشقه، همونقدر که مرگ بخشی از زندگیه، همونقدر که تصادف کردن، نمیدونم تو حیوانا شکار شدن، شکار کردن، همه اینا بخشی از زندگیه، اونم بخشی از زندگیه، بیشتر نیست. نمیتونیم بگیم زندگی فقط مردنه، زندگی خیلی چیزاست و مردن هم توش هست. عشق هم خیلی ابعاد بزرگی داره و قربانی شدن بخشی ازش هست، میتونه اتفاق بیفته. لزوما هم قرار نیست واسه همه موضوع این اتفاق بیفته. عاشق کارتی، دلیل نداره خودتو قربانی کارت کنی، خودتو فدای کارت کنی. واسه کارت خوبه فداکاری کنی، یا واسه کار نمیشه اسمش بودش فدا کنی. چیزیه که از یه سری چیزای خودت میزنی برای کامل کردن این، از یه سری چیزای اولیه، نیازهای اولیت میزنی برای بزرگ شدن یه هدف متعالی تر، مثلا کارت، و از اون یه لذت بیشتری میبری در نهایت. یعنی فداکاری هم نمیشه اسمشو گذاشت، من دارم یه چیز کمترم رو میدم، یه لذت بیشتر میگیرم. چیز خاصی فدا نشده اینجا، بذار شبیه بده بستونه، ولی از ارزش اون کار کم نمیشه اگه توش موفق بشیم، اگه ببازیم. اون لذت بردن اون مسیر خود عشقه.
خود زندگیه و اینکه چهار نفر تر این که کج فهمی، یه طرف ظاهر پوست یه چیزو میبینه و اصلا نمیفهمه این چیه، مدل اون پروانه ای که از دور نگاه میکنه میگه این یه چیزی نور داره، همون پروانه ای که از دور نگاه میکنه میگه این یه چیزی نور داره، همونیه که میاد میگه عشق، آری آری این بود معنای عشق، حتما باید بریم اون تو بمیری آشولاشی تا بتونیم بهت بگیم عاشق. میخوام صد سال سیا نگی، توی بیشور که نمیفهمی عشق چیه. چرا من باید خودم رو فدا کنم که تو حالا به من بگی فلان یا بهمون؟ میخوام اصلا به من هیچی نگی، اصلا منو مرده فرض کن. چه فازی حالا اون آدمی که فقط سطح رو میبینه بخواد راجع من چه نظری بده؟ میخوام صد سال سیا نت، اصلا مهم نیست. بیشتر از این سرتون درد نمیارم، مراقب خودتون باشید. شاید حالا ببینیم چی جوری پیش میره، بیشتر راجع به این به خصوص عطار و این منطق و تئوری صحبت کردیم، خیلی باحاله. اینو همش ما میشنویم راجع به عرفان و درویش ها و این حرف ها، ولی اینا تو زندگی امروزمون تو سال 2023 دقیقا کاربرد داره و خیلی راهنمایی به اون میده. به نظرم خیلی جالبه و خوبه از این دید هم بهش نگاه شه، فقط مال عرفا و نمیدونم دراویش و فلان و اینا نباشه، برای هممون باشه، خیلی باحال تره. دوستتون دارم، مراقب سلامتیتون، دلتون، عشقتون باشید. تا پادکست بعد، خدافظ. قشنگ حس پدر بزرگ بودن داشتم توی این پادکست.